بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت تمامی شما هموطنان گرامی، شما را دعوت میکنیم با تازه های ورزش افغانستان با ما همراه باشین در برنامه ورزش از تلویزیون جهانی آریانا نیوز. ابتدا دو خبر از ورزش افغانستان. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدار دوستانه خود امروز سه‌شنبه در مقابل تیم ملی بنگلادش قرار گرفته است. این بازی هم اکنون با نتیجه 1-0 به نفع بنگلادش دنبال می شود. ملی پوشان فوتبال کشور که در طول چند ماه اخیر چالش های فراوانی را پشت سر گذاشتند، اکنون در آغاز یک مسیر دشوار فوتبالی قرار گرفتند و در این مسیر برگزاری دیدارهای دوستانه می تواند تا حدود زیاد باعث انسجام بیشتر میان آنها شود. تیم ملی که هفته گذشته در بحرین تمرینات آمادگی خود را با حضور بازیکنان جدید و البته کادر فنی جدید پشت سر گذاشت، روز جمعه موفق شد که در خاک لاوس و مقابل تماشاگران این تیم به پیروزی 2-0 دست پیدا کند. حضور کادر فنی جدید و بازیکنان که بیشتر آنها تجربه حضور در لیگ‌های اروپایی را در کارنامه دارند، می‌تواند نوید دهنده آینده درخشانی برای فوتبال ملی افغانستان باشد. و اینکه صدها کودک از مکتب‌های شهر کابل امروز سه‌شنبه در مسابقات اتلتیک برای بقا دویدند. این مسابقات از سوی دفتر حمایت اطفال افغانستان به همکاری تکنیکی فدراسیون اتلتیک کشور به منظور تجلیل از روز جهانی کودک برگزار شده بود. امید بقا در ذهن‌های کودکان کابل امروز با مسابقات دوش تازه شد و در جشنواره ورزشی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی کودک برگزار شده بود، این کودکان از دولت خواستند تا جلو کار شاقه اطفال را گرفته، زمینه‌های آموزش و پرورش بهتر و ورزش را مهیا کند. اطفال باید درس سلیم شده بخوانند و اطفال نباید در روی سرک ها و جایی کار شاقه یا کار مزرگاری کنند. احساس بسیار خوبی دارم. ما میخواییم در کشور مسئول ایجاد شود، آرومی ایجاد شود. از سوی هم مسئول برگزاری این مسابقات ورزش و برنامه های گسترده ورزشی به کودکان را زمینه ساز جلب توجه به این قشر میداند. افغانستان دشوارترین محیط برای زیست کودکان است و سالانه کودکان زیادی بنابر دلیل سوء تغذیه و دلایل دیگر از بین می روند. ما خواستیم به نحو توجه خانواده ها، مسئولان و افراد دخیل در زندگی کودکان را جلب نماییم. همچنان معین وزارت صحت عامه افغانستان تلفات زیاد کودکان را تایید کرده، روز جهانی کودک را فرصت خوب برای تجدید تعهدات سکتورهای مختلف و منظور وضعیت بهتر کودکان در افغانستان می‌خواند. ما دوباره در اینجا تجدید تعهد میکنیم برای مساعد ساختن و یا افزایش دسترسی اطفال به عرضه خدمات صحی، به آموزش های صحی با کیفیت و محافظتشان. رقابت کودکان در سومین در مسابقات دوش تحت عنوان دوش برای بقا انجام شد و بنابر گفته مسئولان با تفاوت بارز نسبت به سالهای قبل سطح بالای تکنیکی داشت. همانطور که شما ایزان میدونین، رشته دوش یا هم اتلتیک خفیفه مادر ورزش ها در دنیا خطاب میشه. اما در افغانستان نزدیک به 14 سال از گذشت حکومت های متفاوت بعد از طالبان، هیچ دستاورد این ورزش در افغانستان نداشته و متاسفانه تا به حال دیده نشده که حتی در سطح منطقه ما بتونیم دستاورد عمده و بزرگی را داشته باشیم به عنوان یک افتخار برای ورزش افغانستان. آقای فیروز سخی‌زاده مربی تیم ملی اتلتیک افغانستان را با خودمون در برنامه داریم و در خصوص عدم به دست آمدن دستاورد در سالهای اخیر با ایشان در رشته اتلتیک خفیفه بحث پی میگیریم. آقای سخی‌زاده، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. سوال من اینجا شروع میشه که وضعیت ورزش دوش و اتلتیک خفیفه در افغانستان چگونه است؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران محترمتان، خدمت و عزیز دوستان ما که در داخل از کشور و خارج از کشور هستن. عرض ادب و احترام دارم. انشالله که یک عصر خوب و یک عصر بهاری داشته باشم. انشالله. سوال کردیم از شما که آقای سخی‌زاده، وضعیت ورزش دوش یا همو اتلتیک خفی افغانستان که رشته‌های مختلف در خودش جای میگیره، در افغانستان برای فعلا چگونه داره پیش میره؟ بسیار خوب.
اتلتیک خیفه همونطور که گفتین مادر ورزش هاست، یعنی در تمام ورزش ها اول تا ندوی گرم کنی نکنی، نمیتونی هیچ نوع سپورت را پیش ببری، ورزش را پیش بری. دیگر روی همین منظور فعلا ما سر بنیانگذاری اتلتیک در افغانستان کار میکنیم. یعنی در طول 14 سالی ورزش بنیانگذاری نشده؟ یعنی بنیانگذاری شده به شکل فنی و مسلکیش، یعنی بنیانگذاری نشده بود. ما در سال 2014 یک ترنینگ کمپ بود در کشور اندونزیا که از افغانستان دعوت کرده بود، رفتیم ترنینگ کمپ بود. به خاطر همی که اویده طفلایی که از سن 10 به بالا است، ما باید تمام سرمایه گذاری ما را سر اطفال خرد بسازیم. یعنی در پایه؟ بله، که یعنی ما بتانیم از ای بتانیم به تیم نوجوانان، از نوجوانان به تیم جوانان و از جوانان بتانیم به تیم ملی، از اینا استفاده کنیم. این ترنینگ که اندونزیا بود به خاطر این بود و ما تمام استادای ما، تقریبا 4 تا استادای ما این ترنینگ اندونزیا را سپری کردند و یک ترنینگ بسیار پرمعنا و پرمفهوم بود که ما فعلا سر بنیانگذاری اتلتیک در افغانستان کار میکنه فدراسیون، یک بخشش. بخش دیگه شما قبلا فرمودین که اتلتیک در 14 سال اخیر کدام دستاورد نداشتن. این دستاورد داره از ما اتلتیک. اتلتیک مثل دیگر اشتهاوری نیست که دیگر اشتهاو مثلا در یک وزن، اگر به طور مثال کیک بوکس باشه، فری فایت باشه، هر چیز باشه، یک مسابقه یا دو مسابقه دارن. عریف خودم مشناسه قبلا کریفش کی است، ولی اتلتیک به طور مثال 200 کشور عضویت پیدا میکنن، از 200 کشور 200 نفر عضویت، تنها فاصله 100 متر می داشته باشن اینا. که ما در سال 2006 در کشور سریلانکا توانستیم 4 مدال برنز بگیریم در فاصله 400 ریلی. در سال 2006 ما مسابقات جنوب آسیا، جنوب غرب آسیا، بله، ما توانستیم که 4 مدال برنز بگیریم و با تعقیب از او در سال 2014 ما از کشور ترکیه، از کشور دوست ترکیه، ما توانستیم در بین در بخش مسلین اتلتیک که از بخش اتلتیک تمام کشورها بود، ما توانستیم مقام سیوم به دست بیاریم در کشور ترکیه. و از کشور ایرانی که در فجر که چند وقت پیش ما رفتیم، ما توانستیم مقام چهارم در بین 25 تیم بگیریم. دیگه این دستاوردهای اتلتیک بود از خارج که فعلا ما سر مسابقات فعلا یک ترنینگ کمپ داریم پیشیم ما که به خاطر مسابقات 2016 است که مسابقات تقریبا ما 6 نفر معرفی کردیم، 3 نفر از طبقه اوناس و 3 نفر از طبقه زهور. اما ما در رشته اتلتیک آقای سخی‌زاده، ما تا بال انسجام آنچنانی ندیدیم در خصوص برگزاری مسابقات. فقط سال یک بار مسابقات انتخابی تیم ملی در کابل برگزار میشه و از همه مهمتر که ما هنوز در هیچ کدام از ولایت‌های افغانستان ما به هیچ وجه نداریم آن میدان استانداردی که بتونن ورزشکارای ما در رشته اتلتیک بتونن که تمرین کنن و مثل میزمین تارتانه که امیال در قاضی سیدیم است که همه هم تخریب شده، همه هم درست حفاظت نشده و خراب شده. شما چی برنامه‌ای دارین به خاطر اینکه ما در بخش امکانات بتونیم که در دیگه ولایات همچین میدان مثل میدان قاضی سیدیم، البته اوله که نوجور شده بود، نیاله داشته باشیم؟ خدمت شما عرض کنم که ما در پنجشیر یک استادیوم بسیار خوب داریم و این استادیوم رو که شما این ترتان موازی ترتان مطرح کردین، این ترتان تقریبا 3 سال است که در خدمت فدراسیون اتلتیک قرار گرفته که از این ترتان هم پالوان استفاده میکنن، فوتبالر، تمام رشته هایی که در چارچوکات کمیته تربیت بدنی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت کلاب از فدراسیونش است، از این ترتان استفاده میکنن. این ترتان تنها از فدراسیون اتلتیک نیست، تمام استفاده میکنن. به خاطر موجودی ترتان ما سلاک شد. ما اصلا خواهشم از مسئولین ریاست عمومی تربیت بدنی است که ترتان مربوط اتلتیک میشه، از دیگر اشتهایی که در داخل خود استادیوم استفاده میکنن سر ترتان ما، امرای شینکاک، امرای کرمچای غیر استاندارد، امرای طوری که استفاده نباید شوه استفاده میکنن، یعنی استفاده صحیح از ترتان نمیشه. به منظورمو ترتان ما تقریبا 2 سال مقاومت نتونست بیاره. دیگه بخش اولش، بخش دومش هم سوال تانی تو بود که در رابطه با یعنی بنیانگذاری در ولایت از چی رقم ما بتونیم در ولایت یعنی ما تیم داشته باشیم. ضمن تیم داشتن، خب تیم که خیلی ساده است تشکیل دادنش، اما این تیم نیاز به امکانات داره، تمرین داره، امکانات داره، امکانات ندارن. کلا روی زمینای سمتی تمرین میکنن، مسابقات دوش خود روی میدانای سمتی میگیرن، در حالی که میدانای سمتی هرگز نمیتونه معیاری باشه و استاندارد باشه برای دوش. درست؟ دقیقاً. ما تقریبا یک تاریخ 27 ثور الی 31 ثور ما مسابقات نشنال گیم یعنی بزرگ سالان سرتاسری افغانستان گرفته بودیم که از 26 ولایت ما دعوت به عمل آوردیم. هر ولایت 5 نفر، یک نماینده با 4 ورزشکار، یک نفر گلوله، 3 نفر دونده.
در فاصله های مختلف. چرا رشته های دیگه اونجا برگزار نشد به غیر از گلوله و دوش؟ ما هیچ رشته مثل نیزه انداختن و رشته های دیگه مثل خیز دور بلند، خیز نداشتیم دور. ما بله خدمت شما عرض میکنم، ما قبلا حوض خیز داشتیم که از شکل گلوله هم استفاده میکردیم، در حوض که خیز منداختن بچه ها خیز دور یا خیز سه قدمه باز ما دو گلوله را مسابقه هاش میرتیم. متاسفانه که رئیس صاحب قبلی ترتان ما را رویش پلاستیک گرفتن روی همی عوض ریگ ما را، با منظور از اینکه یعنی ریگ باعث خرابی فرشه که داخل استیدیوم شده، فرش سبزه یعنی باعث خرابی تخریب از این میشه، او را بسته کردن و فعلا ما دو تا مسابقه هم دو مسابقه را در رشته های دوش تا فاصله 5 کیلومتر میگیریم و از انداخت ها فقط انداخت گلوله بخاطر ما یعنی محدودیت یعنی کمبود جای نداریم، به خاطر از اون ما مسابقه اش نمیتونیم مثلا بگیریم که در این مسابقه 26 ولایت اشتراک کرده بود 150 ورزشکار بود که متاسفانه جای خوشبختی است در رابطه با سوال شما که در رابطه با ولایت صحبت کنیم، ما ولایت نماینده داریم، نماینده ما را حال فعلا شما میفهمید که وقت تکنولوژی و علم است دیگه، از طریق اینترنت ما پروگرام برای ورزشکارای تیم ملی ما که انتخاب تیم ملی میشن یعنی عضویت تیم ملی را کسب میکنن، بعد از ما امروز اینا با تماس میباشیم، کانتکت میداشته باشیم، ایمیل آدرس های اینا رو میداشیم، اکاونت بانکی از اینا رو ما میداشته باشیم، چرا که اینا مستحق اصلی هم میشن. عرب رئیس های فدراسیون عبدالکریم عزیزی همراه با جناب مامان صاحب محمد شاپور امیری اینا یک جای شده، امی اصلی ولایات که چند نفر ما در ولایات تیم ملی داریم اصلی از اینا رو ده کلا نمیال چند نفر در عضو تیم ملی اتلتیک خیفی افغانستان از ولایت کلا عمومی از کابل ولایت 30 نفر تنها در این مسابقات ما انتخاب بر تیم ملی شدن. بسیار خوب، این 30 نفر اکاونت دارن، حساب بانکی دارن، کسایی که در ولایت زندگی میکنن، کسایی که در ولایت زندگی میکنن اینا یک اصلیه دارن، اصلیه که از طریق ریاست عمومی تربیت بدنی برشان دادمش، باز ما ایره روب بر روبار بر ما میتن، باز ما روبار اینا رو در اکاونت های بانکی شان میدن. بسیار خوب، آیا شما از چیه که برای اینا میتین کفایتشان میکنه به خاطر اینکه بتونن تجهیزات برای خودشان بخرن در ولایتی که دور افتاده است و در نهایت محرومیت قرار دارن، آیا میتونن که از این مقدار از چیه که شما روان میکنین اونا تجهیزات بخرن و همچنین اشا و اباطه خود داشته باشن؟ مثلا اینا ما میفهم شما میفهم که مبلغ 3100 افغانی این کفایت به طور مثال اگه ورزشکار درست سپورت کنه کفایت یک هفته ورزشکار نمیتونه شوی 3000 افغانی. ورزشکار نیاز به تمام یعنی انرژی داره که انرژی بگیره، استراحت کامل داشته باشه. متاسفانه 3100 یا 3000 افغانی که به دسترس ما میرسه این کفایت نمیکنه باشون، این فقط کرای رفت برگشتشون هم تا نمیشه. اینه که ما محاسبه کنیم در یک ما 28 یا 30 تمرین، 30 تمرین که محاسبه کنیم این در روز هیچ نمیرسه، روز فکر کنیم روز شاید بسیار کم برسه برشان که یک کفایت نمیکنه، یک یعنی کفاف یعنی به این نمیشه که یک کرای محترف داره چی برسه اینا بتونن از این انرژی بخورن. اگه بخوایم به حساب هر ماه بگیریم شاید ماه 4 افغانی شوه. نه روز 4 افغانی. 4 افغانی نه داشت 10 افغانی. 10 افغانی. بسیار کم هست. خب آل روز 100 افغانی فکر کنم میشه روز 100 افغانی ماه 3000. اینا نه میدان درست دارن و نه آنچنان اصری دارن که بتونن حداقل خودشون برای خود تجهیزات را تهیه کنن به خاطر تامینات خودشان و اینکه بخواین از لحاظ انرژی خودشان را تغذیه کنن. بر صورت باید فدراسیون دوش و اتلتیک خفیفه اینا یک کار کنن که اینا بیاین یک رقم به صورت منسجم تامینات خودشان حداقل در کابل بگیرن. کدام برنامه‌ای داشتین که اینا را بخواین در کابل و تامیناتشان را در خود کابل برگزار کنین که هم به حساب به پیش خودتان باشن و همی که میدان استاندارد داشته باشن؟ فدراسیون ما یگانه فدراسیون است که همیشه به تلاشی است که ما بتونیم ورزشکاران ما را در داخل خود مرکز که تیم منسجم شود یک جای تمرین کنند. بعضی کسها هستند که شرایطشان مساعد نیستند، قندار زندگی میکنند، ولایت هستند، غور هستند، به حساب خوست هست، لوگر هست، در تمام ولایت ما یک نفر دو نفر ما ورزشکار یعنی قهرمان یعنی عضویت تیم ملی را ما داریم. ای که ما اونا را میخواییم اینا خودشان یعنی شرایط چند را بعضیاشون متعلم هستن، بعضیاشون متعلم هستن، بعضیاشون کاسب هستن، بعضیاشون محصل هستن در ولایت خود، نمیتونن که برن. فقط بدون ازی که کدام مشکل برشان شوه یا کدام مشکل ایجاد شوه ما برشان همی پروگرام های تمرینی که دیگه بچه های مرکز در داخل تمرین میکنن، هر ولایت بر خود یک استیدیومه که دارن یا خاکی از
یا سبز است، بالاخره او کسی که یک سال در سر ترتان مسابقه میکنه، پس که میره اوی که شوق اتلتیک داره، شوق دوش داره، او بر خود خودش جای دوش بر خود مساعد میسازه. او جای که مساعد ساخت باز بر ما میگه که ما این یک جای شرایط مساعد ساختیم بر خود، ما میتونم تمرین باز ما از طریق اینترنت برش تمام پروگرامایی که اینجا بچهای تیم ملی تمرین میکنن، همو پروگرام عین هم پروگرام برشان امبل میکنیم که از روی پروگرام تمرین کنیم. یعنی فقط فدراسیون دوش بر فعلا برای 30 تن از اعضای تیم ملی اتلتیک حیفه فقط به عنوان تنها دستاوردشان برایشان یک پروگرام ورزشی میتن که اینا در طول ماه بتونن نظر به می برنامه پیش برن ولایات بل. ولی داخل دا مرکز شخصا خودم تیم ملی تمرین میتونم، دیگه استادام است به همکاری معاون صاحب فدراسیون، رئیس فدراسیون تیم ملی تمرین داره. 15 نفر از مرکز است، 15 نفر از ولایت است. بله، پیش شما در خصوص میدان ها گفتین که بعضا در زمین خاکی، بعضا در روی سمت یا در هر میدان دیگه. فدراسیون اتلتیک حیفه افغانستان تا به حال برنامه ریزی کردن به خاطر احداث یک جمنازیوم، یک میدان کاملا اختصاصی برای دوش و اتلتیک حیفه؟ بسیار خوب، تقریبا این سال که من 94 سال چهارم است، ما سال 90 که در مسابقه دهه فجر ایران شرکت کردیم، در مسابقه نتیجه نتونستیم بگیریم. ما این پیشنهاد را چندین پیشنهاد و چندین مؤسسات فدراسیون جهانی پیشنهاد کردیم که بر ما یک اندور جمنازیوم سرپوشیده فقط خاص مخصوص اتلتیک بر ما اعمار کنن، که متاسفانه تا بالا چون ازینه گزاف داره، متاسفانه تا بالا دولت چطور جوابای دولت دولت فعلا جای نداره، خودش فعلا جای ندارم در خود مشکل... کمیته ملی المپیک برای ریاست تربیت دین هیچ جایی نمیتونه شما درست کنید. جمنازیوم اتلتیک است، اندور، این مثل جمنازیوم های بسکتبال والیبال نیست که محیط یا کم بیره فضای خواه از ما فضای بسیار کلان باز کار داره، فضای بسیار یعنی کلان کار داره، تقریبا اندور داخل سالن است که تقریبا 100 متر باید مسافه طولش به دیگه شما میفهمید که ارزش باید چقدر باشه، از نگاه قانونی استانداردش باید چند تا چوکی داره، این گپاش کار انجینیرهاشه. منتها ما فعلا چندین دانه پیشنهادات دادیم از سال 90 تا فعلا 94 برای فدراسیون جهانی، فدراسیون آسیایی، کنفدراسیون، تمام فدراسیون ها دادیم ما که فقط میره کمک کنه برای ما جمنازیم سرپوشیده. پس هیچ کس سوال حاضر نشده بخاطر ازینه گزافش، یک ترتانه که در داخل المپیک فرش میشه بسیار از ازینه گزاف داره. میشه بگین تخمینا چقدر میتونه مصرف داشته باشه احداث همچی جمنازیومه؟ دقیقا نمیفهم، منتها بسیار مصرف داره به خاطر ترتانش، بسیار مصرف داره. همین گیمار جمنازیوم ما شما فعلا در شهر یک خانه آباد میکنیم، این مصرفش به چه اندازه است؟ خب پس مشکلات بسیار زیاد اتلتیک خفی افغانستان پیش روی خود داره، درست؟ مشکلات خود زیاد داره، ما فعلا با این مشکلات با جیب خالی امرای این مشکلات دست پنجه نرم میکنیم. ان شاء الله که ما با ترنینگ کمپ ما ورزشکارای را که انتخاب کردیم بخیر ترنینگ کمپ بر از بین مسابقات با تعقیب از این پروگرام های دیگه داریم، مسابقات طبقه اوناس ما را داخل کابل با منظور انتخاب چهره های برتر یا نخبه برای تیم ملی ما. کی برگزار میشه؟ تاریخ دقیقش معلوم نیست، ان شاء الله به می زودیا. و یک پروگرام دیگه داریم که مسابقات جوانان شهر کابل ما ان شاء الله که انقریب بسیار خوب برگزار میکنیم. بسیار تشکر که در برنامه خواهش میکنم. زنده باشین. موفق باشین. سپاس فراوان از تمامی شما عزیزان که تا به این لحظه با برنامه ورزش از تلویزیون جهانی آریانا نیوز با ما همراه بودین. شما را تا دیدار دوباره به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یارتان باشه.